ویروس کرونا بیماری همگیری که تمامی عرصه‌های زندگی بشر را دیگرگون کرده است. څنګه لیدی ویروس ځان او نور خوندی ساتلی سو؟ سلامونه ستړي مشي زه شازیه حیایم آزاد جرګې ته ښه راغلاست. د بی بی سي د آزاد جرګه د نورو آزاد جرګو نه توپیر لري. په دې آزاد جرګه کې موږ ګډونوال نه لرو خو د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه خلکو خپلې پوښتنې او انګیرنې موږ ته رالیږلې دي. د افغانستان د نظامی طب د پنځي مشر او د سردار محمد داود خان د ساري ناروغي متخصص پوهنمل ډاکټر زبیولہ عزیزی او د حج او ارشاد او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر امین الدین مظفری مو د باس میلمانه دي. تاسو ستړي مسی ساختار برنامه ما با در نظر داشت توصیه های وزارت صحت عام با ویژه شستن دستان و فاصله میان افراد ترتیب داده شده است. برنامه را با پرسش یکی از اشتراک کننده های آزاد جرگه آغاز میکنیم. به نام خدا ابراهیم غزنوی هستم، یک تن از باشندگان ولایت هرات. ما در مورد فاصله اجتماعی از دوستا چند تا سوال دارم. ای که امیال ما داخل مطر نشستیم، این دو متر چگونه باید رعایت بشه بین دو نفر که داخل مطر نشستن، یا در بین فامیل ها معمولا فامیل ما مثلا ما 7-8 نفر هستیم و خانه هم بسیار خورد است، این دو متر چگونه رعایت بشه، چگونه ما فاصله بگیریم از هم دیگر؟ بله دکتر صاحب، سوال مستقیما به شما راجع میشه. حفظ فاصله اجتماعی و جداسازی خود از دیگران یعنی چی و چطور میتوانیم که امی فاصله اجتماعی را مراعات کنیم؟ تشکر، بارز سلام به شما. صرفه و عطسه و تحرف زدن باید سازی میشه که یک مقدار قطرات هوایی از داخل سیستم تنفسی خارج شوه و اینی قطرات هوایی که قطرات بزرگ و قطرات بسیار کوچک و بالاخره ذرات هوایی میشه تا فاصله 2 متر انتشار داره. به اون نسبت به خاطر از اینکه از شخص مریض به اشخاص سالم این میکروب سرایت نمیکنه، موضوع فاصله اجتماعی تاکید میشه رویش. جدا از این خطر سرایت از این مریضی از طریق تماس هم وجود داره، به اون نسبت موضوع فاصله اجتماعی که تنها یک موضوع خب موضوع بین فامیلا طبعاً نیست، همین که مکاتب ما رخصت است، پانتونای ما رخصت است، موسسات ما رخصت است، بسای شهری و بس تدابیر دیگه گرفته شده، دلش فقط همی است. میمونه موضوع ای که برادر ما گفت که در فامیل نمیشه ایره مراد بکنه. بله. و اعضای فامیل چطوری ایره مراد بکنه؟ با تأسف وقتی که ویروس داخل خانه میشه، ما به صفت دکتر و دکتر متخصص مسلک در شرایطی که فامیلای ما زندگی میکنه، با تأسف شاید هم ممکن نباشه که تمام افراد فامیل از این نگاه کنیم، ولی کوشش ما باید باشه هر فرد خانه تا این ویروس از بیرون به خانه نبیاریم. بله، اصل مهمی است. داخل خانه تقریبا ناممکن است. یعنی دکتر صاحب، می فاصله اجتماعی را بسیار باید کوشش شود که در بیرون از خانه مد نظر گرفته شود تا فرد مبتلا به ویروس نشود. دکتر صاحب، پژوهشگران در امریکا گفتند که ایجاد فاصله اجتماعی یعنی تلاش برای پرهیز از تماس فیزیکی با دیگران و به این معنی که باید وقت کمتری را در مکانهای عمومی قسمی که شما گفتین که تعداد زیاد مردم جمع میشن بگذرانیم. یعنی بسیار مهم است که در بیرون از خانه فاصله اجتماعی مد نظر گرفته شود تا امی ویروس هم ما داخل خانه با خود نبیاریم. مظفری صاحب، د باندې په جمعاتونو کې ده چې اغلب ته به څنګه دغه نیز واټن په پام کې ونیول سي، خاصتا کله چې خلک المنزل لپاره جمعتونو ته ځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حمدا و مصلیا و بعد، در قدم نخست عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب شما، جناب دکتر صاحب عزیزی، بیننده های عزیز. د تاسو د سوال په جواب باید وایم چې یو خو دا فاصله نیول یا فاصله رعایت تول دیدین ده الخنام
اساس لري. پیغمبر صلی الله علیه و سلام فرمایي چې کلم المجزوم و بينك و بينه قدر رمحين، یو څوک چې د جزام په مریضي اخته وي هغه سره خبرې وکړه په داسې حالت کې چې د تا او د هغه ترمنځ یو متر یا دوه متر فاصله وي. دا زموږ د دین فیصله ده. بل شی چې د دې حدیث نه معلومیږي، دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې هغه ساس چا سره دا فاصله رعایت کړه چې هغه په دې ویروس اخته وي، کلم المجزومه، د جزام په مرض اخته وي. نو دا که په کور کې، دا که په مکتب کې، دا که په مدرسه کې، دا که په جماعت کې، په هر چیرې کې. او مظفری صاحب، دلته یو بله خبره دا ده، کله چې باندې دوه نفره سره مخ کېږي او یو وایي چې لرې سه یا ماته مه نږدې کېږه، هغه بیا وایي وایي ته څنګه مسلمان یې، یو مسلمان ورور د بل مسلمان ورور نه څنګه ځان لرې نیسي، ماته څنګه لاس نه راکوي. خو تاسو بیا وایي چې په اسلام کې ویل سوي دي کله چې څوک په داسې ناروغي مبتلی باید ورنه لرې اوسو. بېله شکه ګورئ، د نلی د ټول ډاکترانو نظریه تر اوسه پورې همدغه ده چې دا ویروس تر اوسه پورې مشخصه تداوی نه لري. بله، یوازنۍ لاره د دې ویروس د مقابلې دپاره دا دی چې باید موږ ځان ساتنه وکړو او وقایه وکړو. او دا وقایه او ځان ساتنه څومره اصل او اساسات چې په اسلام کې لري په هیڅ چیرې نه لري. نور نو ځکه د دې آیت نه ډېر په صراحت معلومیږي چې قرآن وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که چیرې تاسو په یو شی باندې نه پوهیږي د هماغه مسلک د متخصصینو نه پوښتنه وکړئ. نو ځکه د دې میکروب د وقایې په هکله څه چې د نلی ډاکتران او معاصر طب وایي هغه در حق په اصل کې او په حقیقت کې د اسلام حکم ده. هر مسلمان باندې هر یو انسان باندې لازم ده چې دغه تدابیر وقایي رعایت کړي. بله، دا مې روغتیا وزارت پر یو مسله چې ډیر ټینګار کوي هغه په پاک اوبه او صابون د لاسونو مینځل دي. همدې لپاره موږ په خپله خبرونه کې او په سټوډیو کې کوزه او چلمچې او صابون مو د سټوډیو په زړه کې ښی دی چې د همدغه خبرې ټینګار او اهمیت وښودل سي چې څومره مهمه ده دغه وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره باید په ورځ کې څو ځلې خپل لاسونه په پاک اوبو او صابون مینځل سي. ورځو پوښتنې ته. رحمان ساحل ما دی پختیا ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران دی کورونا په اړه دی مخنیوي لپاره اما پوهاوی کړی چې کله تاسې چا سره مخ کېږي هغوی ته لاس مه ورکوي. خو زه کله زه خپل ملګرو دوستانو سره مخ کېږم نو زه چې لاس نه ورکوم هغوی همدا راته وایي چې ته بې فرهنګ یې او بې عقیدې. آیا په دې کړنو سره زه بې فرهنګ کېږم او که بې عقیدې کېږم؟ مظفری صاحب، تاسو ته به راوګرځو د ما هغه مخکنۍ پوښتنه وه، اما واقعا ډاکټر صاحب، امی فرهنګ دور بودن و رعایت توصیه های وزارت صحت تامه چی کنیم که عام شوه در بین جامعه؟ واقعا همچون واکنش های هست وقتی که بر یک کسی گفته میشه که دور باش و یا دست تا به دست مندی، یک رقم واکنش نشان میده. سوال که برادر ما داره، ما پیشتر عرض کردم که طریق سرایت از این ویروس از طریق قطرات هوایی است که از طرق تنفسی خارج میشه. همزمان اینمی افرازات تنفسی میتونه سطوح مختلف جای مختلف منتن بسازه، آلوده بسازه، و وقتی که یک شخص دست بیزنه با اون سطوح که معلوم نیست کجای از این سطوح آلوده است، طبعا دستش آلوده میشه و این دست خود وقتی که به کس دیگه میتونه طبعا از این شخص به شخص دیگه قابل انتقال است و خواستنی که ما نیفاییم شاید ویروس ها گرفتیم در وجود ما هست، در وضعیت ما هست، در غشای مخاطی بینی ما، در حتی در لباس های ما، در لباس های ما شاید مهمتر نشین هست. بله. و دست خود روی عادت کل ما یادت داریم، بینی خود گاهی پاک میکنیم، گاهی دان خود پاک میکنیم، با می دست که آلوده است به کس دیگه دست دادین، شما یک ذریب بر پخش از ویروس ساختین. بله. بنابراین ما فکر میکنیم این برادر ما گپ مراد کرده که دست نداده فرنگ از بسیار بلند است برعکس.
مولوی صاحب په دې برخه کې غوښتل چې تاسو نظر هم ولرو که څه هم مخکې هم دغه پوښتنه وه مهرباني زه خپل ورور رحمان جان سهیل ته سلامونه وړاندې کوم او دا ډېر په داد ورته وایم چې وروره نه ته بې فرهنګ نه بې عقیده بلکې د یو ډېر عالي فرهنګ او یو ډېر صحیح عقیده خاوند دی پیغمبر علیه السلام د مسلمان تعریف کوي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه څوک ده چې نور مسلمانان د هغه د خوله او د لاس د شر نه پامین کی دلته د لاس په واسطه بل مسلمان ته شر رسیږي نو دلته بیا زمونږ د مسلمانی سوال راندې راځي بلکل ځکه دا ډېر جامع تعریف ده د یو مسلمان دپاره چې مسلمان هیڅکله باید بل چا ته ضرر ونه رسوي او ځان ته هم ضرر ونه بله سراغ سوال دیگر میرویم به نام خدا مهمانان عزیز و بیننده های گرامی نوید تراش هستم از ولایت قندهار افغانستان یک سوال کوتاهی داشتم در رابطه با شیوع ویروس کرونا اکثریت افراد حفظ فاصله اجتماعی حداقل 2 متر را از سوی دوستان و اقارب خیش را برای خود یک نوع بی‌احترامی و حتی توهین می‌دانند. سوال اینجاست چگونه ما می‌توانیم برای این افراد مزایا و مفاد حفظ فاصله اجتماعی را برای آنها واضح بسازیم؟ دکتر صاحب در پاسخ دوست مازقندار باید بگیم که پیشتر هم گفتیم فاصله اجتماعی منطقش همیه است که پیشتر عرض کردیم که یه ویروس تا یک فاصله از طریق تنفسی با انتقال میشه سرایت میکنه یا انتشار میکنه بنابراین ضرور است که ما اون فاصله را رعایت کنیم این فاصله که میگیم 1 متر و امروز باز پسانه ها کمی اضافه تر شد بر صورت 1.5 تا 2 متر مسافه منطقش همیست که افرازات تنفسی با عدسه و صرفه تا فاصله 2 متر پخش شده میتونه به اون نسبت ضرورت داریم به ای که ای را حفظ کنیم و ای که برادر ما میگه چطوری را بفهمانیم برای مردم خب ما پیشترم عرض کردم دمتو حالت موضوع از کنترل وزارت صحت عامه یعنی توانمندی ترایی به وزارت صحت عامه یا مسئولیت ترایی به اونا بر نمیگرده یا این توانمندی رو نداره تا ای که اجتماع همکار نشه بنان هر فرد ما جوانایی که مثل همی جوانی که سوال کرد اینا و سایرین مثل که جناب مظفری صاحب تشریف آورد از جامعه علمای دینی ما تشریف آوردن مسئولیت کل ماست که بفهمانیم کسی که نفهمه خو یعنی در زمینه همکاری مردم ضروره پخش کنیم در بین مردم با همکاری کنیم بله. هر فرد ما باید همکاری داشته باشه اما دکتر صاحب در همین زمینه ذهنیت سازی هم بسیار مهم است که ذهنیت سازی شود و مردم این مسئله را درک کنند که واقعا با ایجاد فاصله اجتماعی ما می توانیم که در این قسمت وقایع خوب داشته باشیم همین گپ است زمانی به این معتقد میشیم و این اصل مراعات میکنیم که دانش داشته باشیم وقتی که دانش داشته باشیم بازی بینش پیدا میشه از اون خاطر میگم که مسئولیت ما از کسی که میفهمه به کسایی که دیگه قسمت نداره دانش نداره یا فهم نداره یا نرسیده به گوشی پیام برش برسانیم بله. من خیلی یک چیز دیگره که سپاس میکنم از شما که جامعه علمای افغانستان یکی از کلیدترین راه‌های جلوگیری از این مرض است که در قسمت کنترلش کمک کرده میتونه و خب شاید دکتر در جای نیست معلم هم در جای نیست ولی جامعه علمای افغانستان در قرا و قصبات افغانستان حضور داره فقط اول اعتقاد به این گپ پیدا کردن خلاف چیزایی که قبلا از یک تعداد مردم شنیده میشد که امروز مظفری سایبری خیلی خوب تشریح کرد اینمی تو سهمگیری ها و این خودش ذهنیت سازی است برای مردم که بالاخره هر کس باید سعی می‌کنه در قسمت کنترل بیماری تشکر مظفری صاحب به خاطر نماز تراویح اجتماع بزرگتری دایر میشه خب عالی توصیه وزارت حج و اوقاف در این مورد چی است در این راستا وزارت ارشاد حج و اوقاف از قبل مسئولیت خود به گونه واضح ادا کرده ما یک فتوای جامع را صادر کردیم در از او فتوای ما صراحتاً سر تقلیل جماعت، کاهش جماعت، کاهش نمازهای جمعه و کاهش نماز تراویح. پافشاری کردیم، استدلال کردیم که در صورتی که تجمع باعث شیوع از این مرض شود، فقط
به خاطر که مساجد از شعائر دین است، امام خطیب از آن بگوید، خودشان جماعت کنند، دیگه مردم نمازهای خود در خانه خود بخوانند. خواندن نماز در خانه در همچو شرایط ثواب خواندن نماز در مسجد دارد. بنابراین ما فکر میکنم یک نقطه را سرش باید اشاره کنیم. یک، حفظ حیات یا حفظ جان از مقاصد پنجگانه شریعت است. دو، حیات و زندگی که ما داریم این ملکیت ما نیست، مالک از این ما نیستیم، این ملکیت خداوند است، امانت الهی است. در امانت مطابق دستور کسی که برات امانت او را گذاشته است مطابق از او باید تصرف بکنی. اگر ما کوچکترین خیانتی در از این امانت میکنیم، فردا از پیش ما پرسان میشه این خیانت چیست. اگر ما برای نگهداری از این جان تمام معیارهای حفظ صحی را رعایت نمی کنیم، دساتیر طبی را رعایت نمی کنیم، دساتیر شرعی را رعایت نمی کنیم و منجر به هلاکت ما میشه، ما پاسخگو هستیم. بله. قرآن بسیار به صراحت میگه که ولا تقتلوا انفسکم، خود نکشید، خودکشی نکنید. بنان بی‌پروایی در مقابل تدابیر وقایوی از این ویروس زمینه را مساعد ساختن از برای خودکشی، و خودکشی در دین ما نارواست. مظفری صاحب، اگر در چنین موارد اگر کدام مسجد بی‌پروایی کنه و یا هم خلاف دستور شما مردم بخوانند به خاطر ادای نماز تراویح، در این صورت باز دستور شما چی است و برخورد وزارت حج و اوقاف در این زمینه چی خواهد بود؟ من اینجا میخوام یک نقطه را اشاره بکنم، او ایست که هرگاه ما قرنطینه به همون مفهومی که طب و به همون مفهومی که شریعت تعریفش کرده است به همون مفهوم رعایت بکنیم، فکر میکنم که این سوالا کلش حل میشه. نقطه اساسی چیست؟ باید نگوییم که دروازه مسجد را ببندیم، نگوییم که جماعت را ترک کنیم، نگوییم که نماز جمعه را ترک کنیم. فوکس ما، ترکیز ما، پافشاری ما سر ازی باشه که قرنطین را به گونه شاید و بایدش رعایت بکنیم. قرنطین چی را میگه؟ بله. قرنطین اینمی را میگه، پیغمبر علیه السلام میگه که اذا سمعتم بالطاعون فی ارض فلا تدخلوها، وقتی که در یک جایی که ویروس هست دوی شما داخل نشی. اگر در یک جای ویروس واقع شد و شما اوجا بوده فلا تخرجوها، از جا بیرون نیایی. بنان شعار پا کرک او سیگه روغ او سیگه، در خانه بمانید زنده تا بمانید. سالم بمانید یا تا زنده بمانید. هرگاه مردم در خانه ماند دروازه اویلی تحت کنترل گرفت، ازدحام خود به خود از مسجد گم میشه، تراکم از خود به خود از مسجد گم میشه. چون جامعه افغانی ما یک جامعه مذهبی است، اگر عبارت به عبارت برش بگوی که به مسجد نیا، عکس العمل نشان میده. یعنی توصیه شما به نقطه میانتان ای است که در خانه بمانید و در خانه بمانید. بله، و برای ائمه ما یک بار دیگر توصیه ما اینمی است که مطابق فتوایی که وزارت ارشاد حج و اوقاف صادر کرده است، نمازهای جماعت خود را، نمازهای جمعه خود را، نمازهای تراویح خود را مطابق از او عیار بسازن. به این معنا که کوشش بکنن که کاهش پیدا بکنن، کوشش بکنن که اگر چند نفر میای بینش فاصله رعایت شوه، برای مردم بفهمانن که اگر در چنین شرایطی کسی نماز خود در خانه میخوانه، امو پاداشی را که در مسجد داره، امو پاداش در خانه هم داره. بله، تشکر. سراغ سوال دیگری میرویم. محمد اسحاق صافیم در لغمان ولایت اوسیدونکی، لکه څرنګه چې د عامې روغتیا وزارت او نورو شبکو لخوانه وخت پر وخت د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې د عامو پوهاوی اعلانونه کېږي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او یو د بل څخه د دوه مترو په فاصله کې واوسیږي. دا چې زموږ ټولنه په هر کور کې د لس کسانو نه تر دېرش کسانو پورې یو ځای ګډ ژوند لري، دوی یو ځای ډوډۍ خوري او ټول یو ځای په یوه کوټه کې ویدیږي. نو په همدې تړاو د باس میلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې دغه ډول کورونو کې د ګډ ژوند احتیاطي تدابیر څنګه مراعات شي؟
ډاکټر صاحب، د باندې مسلې په اړه خو مو خبرې وکړلې چې باندې باید ټولنیز واټن څنګه په پام کې ونیول سي. اوس مهمه دا ده چې ښه اوس په کور کې څه وکړو. فقط یو کار کولی شو، هغه چا باندې چې هغه ناروغه دی یا شک کېږي، شک پکې کېږي چې دغه چا شاید تماس کړی وي، د وایروس راوړی نه وي، هغه باید جلا کړو. هیڅ یو د فامیل له غړو نه هغه سره تماس ونیسو تر هغه معین وخت 14 ورځې دي هغه پوره سي. دغه بهترین لار ده. او نور څه لخ یو بل سره جلاس خو ممکنه شاید. بله، و قسمه کې ډاکټر صاحب در ویب سایت بی بی سی هم گفته شده که اگر کسی خود را در منزل قرنطین می کند، باید در یک اتاق که دارای هوای مناسب باشد، پنجره که قابل باز کردن باشد بماند و از دیگران دوری جوید. توصیه شده که مواد غذایی یا دارو را دیگران برای فرد تهیه کنند و جلو در بگذارند. یعنی خپل هغه کس باید دیر ونه گردی په کوټه کې دی وسی، نور کسان دی ورسره مرسته وکړي، ډوډۍ دی ورته تیار کړي، د کوټې مخ ته دی کیدی خو لري وسی او یو بل سره په اړیکه کې ونه وسی. هم داست هدف مې دا دی، چون د دل لاس نم دا خطر موجود ده چې ویروس پخش کی آلوده وي، کلاس آلوده وي، پخش کی. دغه خاطر تر ډیره حده تنفسي تماس او د نور وسایلو سره د تماس لري لاس باندې دا باید قطسی. دې ځای کې د خلکو یو شي ته ډېره توجه وسي چې دوی اصلا په منطق د خبره باید ځان پوه کړي. بله بله. و ډاکټر صاحب، در مورد همی مسئله حفظ فاصله اجتماعي در بین خانه، نگرانی دیگر در بین زوجین به وجود آمده که یا ویروس کرونا از طریق رابطه جنسی هم منتقل می شود؟ یعنی با وصف از اینکه ویروس نه، از در قسمت بس از خصوصیات از یه تا هنوز هم شاید سوالات زیادی وجود داره، هنوز تمام زوایای مشکل را که ویروس ایجاد میکنه شاید دانسته نشده یا معلومات هنوز اندک است، ولی از نظر طبابت یا بازداشت مسلک چانس از اینکه از طریق مقاربت جنسی انتقال شوه خیلی زیاد نیست این چانس. اما داشتن رابطه جنسی که فکر میکنم دوست ما با میگه پیشنهاد داشت به شکلی، بله، پرسنده ما در صورتی که شخص مصاب از این مریضی است یا مشکوک به این مریضی است، دو صورت خوب است از نزدیکی ها جلوگیری صورت. بله مولوی صاحب، غواړم په دې برخه کې ستاسو نظر هم واخلم. دینی لحاظ د ښځې او میړه ترمنځ د همدغه اړیکه په اړه چې په داسې حالاتو کې باید څنګه سي. زمد دکتر صاحب خبر تاییدوم که نسبت ده عالی عادی حالاتو به نسبت پا ده غصی حالاتو که باید ده تملک احتیاط وشی. زکر مون که کلچ رابطه جنسی ویو ده رابطه جنسی مختلف الخونه لری، خدای ناخواسته که چیره یو چا سره ده میکروب یا ده ویروس اساساتی یوازی ده رابطه دلاره نه، د تماس د لارینه، د خلی د نژدې کلی د لارینه، بله، د انتقال احتمال شته. بله. نو په داسې حالاتو کې که چیرې ښځه یا میړه خواهش وکړي چې دغه کورواله او یا هم سره نه نږدې کیږي، دوی کولی سي چې د همدغ کار ممانعتو کې یا ښځه او یا هم یا میړه؟ ګورې، موږ په دې هکله هم د دین په دین کې اساسات لرو. بله. پداس یو حالت کې چې مشکوکی یا علایم ولري، پداس یو حالت کې چې مثلا خزه مریض ده، په هغه حالت کې شریعت وایي چې نجدیوال روانه دي. ولی روانه دي؟ يسالونك عن المحيط قل هو اذى، ځکه چې دغه حالت یو بل ته ضرر رسوي. نو په دې باندې هغه حالت چې په هغه باندې نسم نه دی راغلی، مونږ کولی شو چې قیاس وکړو په هر هغه حالت چه دا مقاربت دا نجدیوالی د مرض انتقال سبب شی یو بل ته ضرر ورسی، دلته باید احتیاط وشی. او امداس میړه؟ بالکل. بله، بل سوال ته بلار سو. په هنیار ذکر الله زکیم د کونړ ولایت اوسیدونکی، دا چې کرونا وایروس له امله ټوله نړۍ د ستونزو سره مخ ده او د نړۍ انسانان له دغه رنځ څخه کړیږي، همدغه جریانات په افغانستان کې هم جریان لري او زموږ تاسو وطنوال له دغه رنز او وایرس له امله د ستونزو سره مخامخ دي. د دغه وایرس له امله که وګورو زموږ کورنۍ او بعض مریضان په روغتونونو کې هم قرنطین شوي دي. نو پوښتنه مې له میلمنو څخه دا ده چې څنګه د کورنۍ غړي کولی شي چې له دغه مریضانو سره چې مشکوک دي یا مثبتې پیښې هغه شوي دي سب شوي دي اړیکې وساتي، که وګورو ډاکټران هم له
ورته حالات څخه ځان ژغور، یعنی د مریضانو سره د تماس نه ځان ساتي او یا اړیکو څخه مخنیوی کوي. بله، بل پوښتنه هم لرو. سلام، فاطمه پیمان هستم، باشنده ولایت هرات. یک سوال داشتم، خیلی خوشحال میشم که اگه بتونیم برام جواب بدین. اگر یک عضو خانواده تحت قرنطینه خانگی قرار داشته باشه، اعضای دیگر خانواده چگونه و تحت چه شرایطی میتونن با او تماس بگیرن؟ آیا به طور مستقیم با او تماس بگیرن یا به کمک موبایل و به طور آنلاین به مشکلاتی رسیدگی کنن؟ و اگر شرایط طوری باشه که ما باید از نزدیک با فرد تحت قرنطین تماس برقرار کنیم، باید چگونه لباس پوشیده باشیم و چگونه با او صحبت کنیم؟ بله. منتظر جوابتان هستم. تشکر. تشکر. دکتر صاحب، در همین مورد که چی هم قبلا هم گفتین، اما اگر مشخصا بگوین که فرد مشکوک یا مبتلایان به این ویروس در قسم شرایط چی کرده میتونن و افرادی که با اونا در تماس هستن. با تشکر از آقای زکی، چیز از یا سوال شانیتو بود که ما امرای مریضی که جای بستر است. بله. یا مشکوک است، چی رقم رابطه داشته باشه؟ بله بله، در طبابت به ارتباط زی فیصلی جانی که وجود داره، تیم صحی که از مریضا مراقبت میکنه باید تعدادشان بسیار کم باشه. یعنی اگر کار مریض یک نفر کارمند طبی که میتونه، ضرور نیست که دو نفر در اونجا حضور داشته باشه. اگر دو نفر ضرورت است، نفر سوم ضرور نیست که باشه. به این معنا به هر قدر که تعداد کم ما، چه کارمند طبی استیم یا چه کارمند غیر طبی، با مریض تماس داشته باشن، اون مقدر چانس کمتر است. چانس مصاب شدن این فرد و چانس انتشار انتان به در محیط کمتر است. بنابراین خب همین که در وارده ایزولیشن یا وارده که مریضا را نگاه میکنن و تداوی میشن، در اونجا هم گاهی مردم شکایت میکنه که دکتر برای سر ما نیست یا دقیقه نمیاد، دلیلش این است که تعداد کم پرسنل تیبی را میخواین مقابل بسازن. دلایل زیاد برش وجود داره که چرا. بنابراین برای اعضای فامیل دوت وقتی که اینا مریض دارن و مریضشان جای بستر است، زیر مراقبت طبی قرار داره، هیچ ضرورت به این نیست که برن بپرسن چیز از زیک برش تماس داشته باشن. خطر سرعت انتان وجود داره، مصارف اقتصادی وجود داره، با چه شرایطی باید برین، چقدر مصارف باید بکنین و اینا. بهترین را تماس از طریق تلفن است، با دکترش، از کسی دیگه که نزدیکش است، با او تماس داشتن است. و به خاطر نگهداری مریض، دکترها هستن و اونا میفهمن که تا چی حد باید با مریض دیده شود. و مسئله دوم هم باز، مسئله دوم باز همو موضوعی بود که در خانه گپ واقعیش چطور کنیم. من پیشتر عرض کردم که تحت اینمی شرایطی که نگاه کردن یا حفظ بینی و دهن است و جلوگیری از تماس دستی که ما نفهم آلوده است یا آلوده نیست با غشای مخاطی، یعنی چشم و بینی و دهن، تحت همون شرایط میشه با فاصله بسیار نزدیک مریضم قرار داشته باشیم. اما در صورتی که مریض ماسک تحمل کرده نمیتونه، یعنی ماسک نداره، شرط است که مریضی که چیز داره، میکروب داره و یا ایست که مشکوک به ایست، ماسک از ماسک استفاده کنه، خود مریض. اما گاهی گاهی شاید مریض تحمل زیر نداره، دلتنگ است یا بر دل ماسک خود پس بکنه، دو صورت اگه نزدیک بشیم، برالاوی ازی که ما نیاز داریم به پوشیدن دستکش و ماسک، نیاز داریم به این که عینک هم باید داشته باشیم. بل. و پیشبند هم باید داشته باشیم، یک چیزی یک پلاستیک که ما به اصطلاح قطراتی که از نمه برمان تشارم. در مورد استفاده ماسک باز بعداً به تفصیل صحبت خواهد داشتیم و حال به سراغ سوال دیگر می رویم. سلام به مهمانان پنل، من احمد شای موعد هستم، باشنده فیروزکوم مرکز غور. اگر مردان و مردای خانه ها در کوچه هایشان میرن با دوستا و همسایه هایشان به صحبت و قصه میشینن، با یکدیگر ساعتیری میکنن، این کار چه اندازه میتونه برای خود اونا و خانواده اونا برای مبتلا شدن به ویروس کرونا خطرناک باشه؟ بله، مظفری صاحب، میخواستم در این قسمت نظر شما را داشته باشم که واقعا در همچون مسائل بی‌پروایی کردن چقدر خطرناک ثابت شده میتونه. ببینی، یک اصل ثابت است که ویروس در خانه های ما نیست. ویروس در بیرون است، ویروس در فضاست. ویروس را ما در خانه های خود انتقال میدیم. و این انتقال، سوالی برادر ما خیلی سوال بجا بود. بله.
ما بار بار در کوچه میبینم که جوانا در اینمی روزا قرنطینشان ایست در کوچه ششین قطبازی میکنن. خوب یک مجلس منظم برای گرفتن ویروس و انتقال دادنش به خانواده. ما فکر میکنم که قرآن بسیار به صراحت میگه که واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. خود را وقایه بکنید، پرهیز بکنید، نگهداری بکنید از فتنه و از بلا و از مصیبت و از ویروسی که تنها به وایی که ستم کردین دامنگیر از وا نیست، بلکه به واسطه از وا بر دیگران انتقال میکنه. بله. بناهن نه در دین نه ظلم کردن بالای خود رواست، نه ظلم کردن بالای دیگران. بله. اگر یعنی... یک کسی قرنطین را رعایت نمیکنه، در کوچه میایه زمینه انتقال از ویروس را از کوچه به خانواده خود مساعد میسازه، مرتکب دو ظلم شده است، یک بالای خود کرده است و یک ظلم آن بالای خانواده. گوره یو خود ظلم نارواده او قرآن عظیم شان او پیغمبر علیه السلام پا حدیثو که پا مکرر توگه مونگ ده ظلم نمانی سویو بلدا کله چه مونگ وایو چه ده یو انسان و جل گناه لری جرم ده دا و جل یوازی دا نده چه توپک وخلی او اغه ساو باسی دغه د زساد استلو هر زمينه چته برابرې ته دغه د قاتل دغه قاتل زه در په صراحت وایم ګوره چې مون په شرعي توګه 15 نو قتل درو یو نو قتل توي قتل به سبب قتل به سبب هم دغه توي چې ته په یو عام لار کې یو ساو باسی یو چارج دلته غرزيږي ته دغه د ملکېدو سبب سوی او ته قاتل سوی ته قاتل سوی یو څوک چې ویروس دی یو ځای نه بل ځای ته انتقالی او خپویږي چې دا ویروس دی انتقالوم بیا توجه نه کوي دا قاتل ډیر زیات دا د د د قتل ګناه مرتکب ده او خدای د دین پښتنه کوي مننه بل پښتنه ته بل ارسو ډاکټر صاحب پښتنه به واخلو بیا و تاسو ته راځم بخیر بخیر به نام خدا احسان نوری هستم باشنده ولایت هرات از روزی که کرونا به هرات آمده همه اعضای فامیل به شمول خود ما در قرنطین هستیم به خانه بیکار بیروزگار میگذرم اینجا بیخی دوچار افسردگی شدیم ولی به خاطر این که بیشتر دوچار افسردگی مشکلات روانی برای اعضای فامیل و به شمول خود ما وجود نه باید چیکار کرد؟ بله دکتر صاحب از زمانی که قرنطین آغاز شده سازمان ملل متحد میگوید که خشونت در خانواده ها هم زیاد شده و در این مورد نگرانی خود ابراز کرده و توصیه شما در این قسمت چی است؟ قبل از اینکه به پاسخ این پرسنده بپردازم از ایراد چیزی که مولوی صاحب ارتباط صحبت در کوچه ها و ششتن بچه ها و مردا در کوچه ها گفتن و فقط همه خمی خواهیم حکمش مولوی صاحب بسیار خوب گفتن خیلی موافق هستم با ایشان و علمت و احکام قوی ما رو نگاه کده میتانه فقط برای دوستای خود میگم که 25% کسایی که ویروس دارن هیچ اعراض نداره یک موضوع دوم از زمان داخل شدن ویروس تا بروز علائم کلینیکی یک زمان تفریح وجود داره ویروس داخل شده مرض به وجود نامده دمی وقت شخص از خود اعراض نداره بنابراین دوست ما کمره ما شته و ما امرش صحبت میکنیم ممکنه ویروس داشته باشه یا ما داشته باشیم برای اون انتقال کنیم و اوتش یا اونا داشته باشن با ما انتقال کنه بنان به هیچ صورت پذیرفتنی نیست که تو مجلس ها دایر شوه و مخصوصا صحبت ها با فاصله نزدیک بدون هیچ گونه تحفظ شخصی. بله میمونه موضوع دیگه که موضوع مشکلات افسردگی و افسردگی و خشونت های خانوادگی شما اشاره کردیم برش تشویش نگرانی در مقابل چنین حوادث و حوادث مشابه بعضی یک امر طبیعی است ایجاد میشه یک مقدار خوب هم هست که ما داشته باشیم نگرانی و تشویش بله چرا؟ او باز ما روا میداره به یک احتیاط کنیم در غیر از واقعی نگرانی وجود نداشته باشه احتیاط نمی کنیم از او خاطر طبیعیش به شکل طبیعی هم وجود داره در مقابل بسیار حوادث اما میمونه موضوع افسردگی و مشکلات روانی مایتون میگم که با حوادث چاره‌ناپذیر باید ساخت چیزی که چاره نداره خب فعلا چاره از میگپ همی است که باید در خانه بمانیم چاره نیست دیگه برش درست تنها مشکل ما و فامیل راتی و فامیل کابلی نیست
فامیل میلیون ها انسان کره زمین هستی. باید تعامل داشته باشیم، بردباری داشته باشیم. راه برای ازی که از این افسردگی نجات پیدا بکنیم ایجاد مصفت های مختلف است که اگر فرصت بود شاید برش بله. اشارت داشته باشیم. و به هر صورت تحمل، همدیگر پذیری. امروز معلوم میشه که چقدر فامیل خدا و چقدر دیگر دوست داریم. بله. بنا نگران رای شمی است و نباید بریم به افسردگی و کمک کنیم یک دیگر تا شرایط بهتر بنا بودیم. او داخل وقت چه پا کور که لخپل کورانوی سر خپل عری که هم نکدی که او خیه کرو. بس با پل پختانی تلارسو؟ نوم مینه سره احمد د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دا چې په دا ورځ شپه کې د کورونا ناروغي زموږ په سیمه کې د خپرېدو په حال کې ده د مخنیوي لار چار نه یو هم د ماسک استعمال دی اول دا چې نورستان کې ماسکونه نه پیدا کیږي او پیدا هم شي خلک د اخیستو توان نه لري آیا خلک کولی شي چې په کور کې د جوړ شوی ماسک استفاده وکړي او که کومه بدیل لار هم وي نو واضح دي شي ډاکټر صاحب ښاغلی مظفری پښتانه مستقیما ډاکټر صاحب ته راځي سوزه بیا تاسو ته راګرځم د ماسکونو خبره سواله او خبره دام سه چې په کورونو کې چې ماسکونه جوړیږي کومې نه ګټه واخیستل سي زه په لنډ ډول وایم چې بله له هر هغه وسیلې نه زموږ خوله او مخ پټولی سي له هغه نه استفاده کوئ څه فکر کوئ اته دا ټیکرای هم کیدلی سي تر ټولو مهمه خبر زه دی یو ډاکټر په صفت وایم ورته دا دی چې لطفاً هیڅ مکان ته بې ماسک مه داخلیږئ بل دې چې پازه او سږمو مو تړلې وي چېرته مه داخلیږئ که د هر ځای وي هغه ځای سربسته ځای ده هغه ځای ته مه داخلیږئ ولو که دا په ټیکري وي که په بله هر وسیله وي که چیرې لږ منظم ماسک مو جوړ کړی وي دا بهترین کار دی بله در یک قسمت تحقیقی در امریکا دریافته که ذرات ناشی از سرفه تا 6 متر و از 3 تا 8 متر را می تواند آلوده کند لذا توصیه می شود که اگر کسی بیمار هست یا نشانه های بیماری دارد از ماسک استفاده کنند خب دکتر صاحب سراغ سوال دیگر می ریم رحیم محمد ناصر یکی از باشنده های ولایت فرا از مهمان های برنامه سوال داره که آیا ماسک که استفاده مینه از مریضی جلوگیری مینه آیا ماسک که استفاده میشه چی رقم ماسک مشخصه یا میتونه هر نوع ماسک استفاده شه آیا ماسک میتونه مردمی که پول نداره امکانات نداره ماسک از خود خود بسازه آیا ماسک جلوگیری از این مرض میشه در چی جاهای میخواهی که بفهمیم ماسک استفاده باید بشه بله دکتر صاحب بیننده های برنامه ما شاید در تصویر نبینن اشتراک کننده ما ماسک پوشیدن که فیلتر داره و در اینجا پیش ما هم دو نوع ماسک است یک از این نوع که فیلتر داره و این ماسک فکر کنم ماسک جراحی شما برش میگین فرقش بینش چی است از کدام نوع ماسک باید استفاده شوه کدام نوعش بسیار موثرتر است یکی ماسک جراحی است که بله. یعنی ماسک است بله. ماسک معمول و این دیگه ریسپیریتور برش میگن در انگلیسی ماسک خاص است که این در مقابل فیلتر داره این ماسک اگر به شکل خلاص بگویم برای کسی است که امرای مریض مصاب به ویروس کار میکنه بله. اون ماسک میشه عام مردم بپوشه بله. ولی هر دوی از این ماسک بله. امروز در دنیا فوق العاده کمبودش وجود داره و کس نمیرسه حتی در کشورهای بزرگ دنیا به شمول امریکا بله. متاسف از او خاطر عرض کردم که ما میتونیم در خانه ماسک بسازیم بله. درست و از او استفاده کنیم اما یک تحقیق شده ای است که ماسک تکه‌ای برای پرسنل طب توصیه نمیشه بله. اگه این ماسک تکه‌ای است تا وقتی که آدم خانه میره میکشیش و میبریش میشویشه میشه تا اونجا اما اگه این ماسک طبی است شسته نمیشه این ماسک گرفتیم از روی خود پس میگم در جیب خود انداختیم در این صورت ما ذریب زیادتر ساختیم مشکل اضافه تر ساختیم برای خود چرا ما جیب خود آلوده ساختیم برای ویروس بله. بار بار از جیب خود استفاده میکنیم و این وقت هم میشه که باز که ما دست خود شستیم بیشتر شستیم و حالا پشکچه در جیب خود میگردیم بازی ویروس هم میاریم از او خاطر حتی ماسک خانگی هم کشیدنش زمانی چیز است که ما برای آخر میکشیمش و او رو به شستن روان میکنیم گذاشتن ماسک در جیب اگه این ماسک خانگی است یا ماسک طبی است درست نیست بله. خب اونا وسایل مجهز طبی خود دارن اما در خانه افراد میتونند که از ماسک های خانگی هم استفاده کنند به می شکل بسازن و استفاده کنند میریم به سوال دیگر
احمد جمشید مجیدی هستم از ولایت فاریاب باشنده فعلی مزار شریف. چرا تا کنون به همگان معلوم است که ویروس کرونا یک ویروس خطرناک و کشنده می باشد، چرا تا کنون کشورهای ابرقدرت جهان نتانستند واکسین و یا ادویه از این ویروس خطرناک کشف کنند؟ آیا عاجز هستند از کشفش؟ و اگر کشف نتانستند، آیا جهان در کدام سو روان است؟ استفاده از ماکس و یا دسکش میتونه از بروز از ویروس جلوگیری بکنه یا خیر؟ ډاکټر صاحب د ماسک په اړه خو پوښتنې وسولې، اما تر دې دمه شاید دا به د هر چا پوښتنه وي چې ولې تر اوسه پورې د دغه ویروس لپاره دوا یا هم کوم واکسین نه دی جوړ سوی او نړۍ بیا کومې خواته روان دی؟ اصل ویروس د کرونا ویروس تقریبا 55 کال نه مخکې پیژندل شوی، حداقل 10 کال مخکې له نن دا وخت را پیدا کړی دی. همداراز اته کاره مخکې له نن بیا وقات را پیدا کړي. خو هغه ویروس چې د کرونا فامیل پورې اړه لري، دا هماغه ویروس نه، دا یو څه تغییر یافته ویروس دی. د غل خاطره که دې مقابل کې دواګانې موجودې وي، هغه شکل د ویروس یې کور کولی شو یا په هغې باندې تاثیر درلود شي، هغه ته جوړې وي. چون دا ویروس تغییر کړی دی، هغه لپاره هغه دوا ورباندې مؤثره نه ده. له بلې خوا د واکسین موضوع معمولا په ډیر کم وخت کې نه کیږي، هغه زمانګیره پروسه ده. د هغې لپاره کمترین زمان یو کال نه کم نه دی، یعنی توقع کیږي چې یو تر یو نیم کال آینده پورې شاید دې واکسین ولرو. خو یو شی چې د خلکو د آرامش په خاطر وایم، هغه حقایق دي چې دنیا شدیداً کوشش کوي، ډیر تلاش کوي چې د دوا په هکله باندې، یعنی دوا ورته پیدا کړي او همداسې واکسینو په هکله ډېرې زیاتې پروژې، تحقیق پروژې روانې دي. یو تعداد یې له اولو مرحلو نه وتلي او کلینیکي مرحلې ته داخل شوي دي چې په انسانانو دې واکسین تطبیق ده. د هغې لپاره امیدواري شته چې په نږدې آینده کې موږ دې واکسین هم ولرو او دواګانو کې هم یو څه پیشرفت را پیدا شي. خو مهمه خبر دا ده چې موږ دې واکسین تر تولیده پورې یا د تداوي تر پیدا کېدو پورې باید ځان ژوندی وساتو، ځان روغ وساتو. د هغې لپاره باید ځان وقایه. بله ډاکټر صاحب، اشتراک کننده ما از ولایت فاریاب در مورد استفاده دستکش هم سوالی داشتن. آیا مؤثریت داره که در همچون موارد ما دستکش استفاده کنیم؟ فقط یک چیزی که میخوام عرض کنم ایست که هدف از توصیه شستن دست ای است که ما به کدام جای دست ما تماس کرده و یه دست ویروس داره، شاید منتن شده یا آلوده شده، و با کدام جای ما تماس نکنه. حالا وقتی که دستکش داشته باشیم، ما کمی جرأت ما اضافه تر میشه. یعنی در هر جای دست میذاریم، میگیم که خود دست ما دستکش داره دیگه، در جای آزاد داره دست میذاریم. و پسان با امرای زمین دستکش به جیب خود دست میذاریم، موبایل خود، دستمال خود، کتابچه خود و هر چیز دیگه خود از هر جای دیگه میگیریم. به این ترتیب آلودگی چیز بیشتر میشه، آلودگی لباسای ما، آلودگی وسایل ما بیشتر میشه. بنابراین و از طرف دیگه ویروس از جلد سالم داخل نمیشه، پس بخاطر چی باید دست خود بسته کنیم روی دستکش؟ ضرورت به این نیست. من رئیس یک دکتر از رشته دستکش توصیه نمی کنیم برای عوام مردم که از استفاده کنن، و یا اگر از دستکش استفاده میکنن، عین شرایطی را که با دست برهنه باید مراعات کنن، بر دستکش هم باید چیز کنن. و یک موضوع دیگه که بسیار مهم است، دو چیزی که ویروس عمر زیادتر داره یا برای مدت زیاد باقی مونه، او پلاستیک است، برابر است. از او خاطر ما توصیه می است که از دستکش استفاده نکنیم، مشکل ما را زیاد خواهد ساخت، کمتر نه. ډاکټر صاحب، دامې روغتیا وزارت پر یو مسله چې ډیر ټینګار کوي، هغه په پاک اوبه او صابون د لاسونو مینځل دي. همدې لپاره موږ په خپله خبرونه کې او په سټوډیو کې کوزه او چلمچه او صابون مو د سټوډیو په زړه کې ښی دی چې د همدغه خبرې ټینګار او اهمیت وښودل سي چې څومره مهمه ده د دغه ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره باید په ورځ کې څو ځلې خپل لاسونه په پاک اوبو او صابون مینځل سي. مسافري صاحب، په همدغه برخه کې چې دسکش نه استفاده او سی ماسک نه استفاده او سی څنګه ځان وساتو، دا یو ډول روحي او رواني فشارونه هم رامنځته کړي دي. زه غواړم تاسو ته پوښتنه وکړم چې اوس څنګه کېدلی سي چې هم دا ټولو سپارښتنو ته په سمه توګه ځواب وویل سي او عملي سي، او بل دا چې موږ روحي او رواني فشارونه سره مخامخ نسو؟ نو دې دپاره چې د دې ویروس
ټول لاملونه د منځ لار شي ضرور ده چې وقایه هم باید دو اړخ ولري، یو معنوي وقایه او یو مادي وقایه. کله چې مونږ معنوي وقایه وایو، یو لامل د دسې وبانو او طاعون یا د دسې عام ویروس د خپرېدو، کله د بندګانو ګناهي. نو دې دپاره چې هم د ویروس وقایه شي، په داسې حالاتو کې مونږ باید خدای ته مراجعه وکړو، توبه وکړو، ډېره زیاته او په دې وسیله باندې خپل روان تقویه کړو، روان هم تقویه کړو. بل دا ډېر مهم شی د افسردګۍ د مخنیوي دپاره ایمان ده، صحیح عقیده ولرو. د صحیح عقیدې ترڅن، ځکه چې مونږ یو شی باندې ایمان لرو، زموږ مومن بهي ده چې هغه قضا او قدر ده. هلته د عقاید کتابونه داسې وایي چې الایمان بالقدر یذهب الخوف والحزن. څوک چې په تقدیر باندې ایمان ولري، د هغه نه ویرې او غمجنۍ لرې کیږي. او خدای ډېر په صراحت وایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، د خدای په ذکر باندې زړه مطمئن کیږي. نو په دغه ورځو کې چې په کور کې یو، ځان مصروف وساتو. دا مصروف ساتل داسې یو شی مصروف چې هغه مو نتیجه ولري. مصروف ساتل دا معنا چې د قرآن تلاوت وکړو، نفلي منځونه وکړو، بله، مطالعه وکړو، بله، او په دې باور اوسېږو. حافظ صاحب وایي دور گردون گرد روز بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور. دا په دې معنا نه ده چې دا ویروس خپر سوی ده نور نه طولیږي. دلته صریح د پیغمبر علیه السلام حدیث ده چې ما انزل الله من داء الا وانزل له الدواء. بله، خدای ایس دست یو مرس نده پیدا کلی، مگر در آغا ده پاره دوام پیدا کلی. دیر زیاده مننه. در طب متخصصین انشالله دیر پر نجده وقتو که در دی ویروس در مقابله ده پاره واکسین او تداوی کشته. بله، او مظفری صاحب و دکتر صاحب، پیشنهاد از کارشناسان هم در این قسمتی نسته که زیادتر به سراغ اخبار منفی نباید برویم و وقت خود با مطالعه و عبادت و با مصروفیت های سالم سپری کنیم. نو در ارشاد و حج و اوقاف وزارت مرستیال مظفری صاحب او در نظامی طب در پانزی مشر او در سردار محمد داود خان روختون در ساری ناروغی و برخی متخصص دکتر عزیزی صاحب، ډیر زیات مننه چې خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ، موږ ته خپل وخت راکړ او له خپلو ګډونوالو نه او له اوریدونکو او لیدونکو نه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره وي. تر بیا ښه وخت ولرئ، مننه.